چیزی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبه دام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. از روز شنبه 13 ژانویه 2024 مطابق با 23 دی ماه 1402 تا 20 ژانویه مطابق با 30 دی ماه به مدت یک هفته کارزار جهانی علیه اعدام آغاز شد. افزایش لیست امضا و حمایت از این کارزار که تاکنون با فراخوان و امضای بیش از 80 سازمان و تشکل و همچنین امضا و حمایت بیش از 600 تن از کنشگران و فعالان سیاسی و مدنی و علیه اعدام همراه بوده همچنان ادامه دارد. طی این کارزار از 23 تا 30 دی ماه حداقل در 9 کشور و 30 شهر جهان تظاهرات برگزار می شود و فعالان با مقام های کشورهای گوناگون در زمینه خواست توقف اعدام ها در ایران دیدار خواهند کرد. تا کنون نیز بسیاری از حامیان این کارزار در شهرهای استکهلم، فرانکفورت، بروکسل و لندن دست به تجمع زده و با اعلام حمایتشان از این کارزار خواهان لغو مجازات اعدام و احکام اعدام شدند. همچنین شماری از حمایت کنندگان کارزار با انتشار تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی و خبری مخالفت خودشون رو با اعدام‌ها در ایران به نمایش گذاشتند. با انتشار خبر خطر اعدام برای حداقل 13 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی طی روزهای گذشته و همزمان با آغاز هفته کارزار جهانی علیه اعدام ها شاهد موج گسترده ای از اعتراض ها به احکام اعدام برای این 13 تن در شبکه های اجتماعی و خبری بودیم. اسامی این افراد پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، انور خضری، کامران شیخ، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی، رضا رسایی، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، فرشید حسنزهی و منوچهر مهمان نواز می باشد که جانشان هر لحظه در خطر اجرای حکم اعدام است. کانون نویسندگان ایران و برخی نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه جداگانه خواستار لغو حکم اعدام برای معترضین کرد و رضا رسایی و مجاهد کورکور شدند. جمهوری اعدام 13 زندانی را در یک روز اعدام کرد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سحرگاه یک شنبه 24 دی ماه حکم اعدام دست کم 13 زندانی در زندان‌های قزلحصار و زندان مرکزی کرج به اجرا در اومده. در این بین هویت 7 تن از این زندانیان با اسامی اکبر تاج، حجت میری، حامد نظری، احمد لطیفی و محمد علی که نام خانوادگیشون مشخص نیست، هادی نظری و علی میری احراز شده است. تمامی این 7 زندانی پیشتر با اتهامات مربوط به مواد مخدر توسط دستگاه قضایی و آدمکشی حکومت به اعدام محکوم شده بودند. روز شنبه 23 دی ماه ایمان حسنوند اهل خرم‌آباد که حدوداً 3 ماه پیش توسط ماموران اداره آگاهی تهران با خشونت بازداشت شده بود زیر شکنجه این نهاد امنیتی به قتل رسید. ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ 30 شهریور گذشته طی یورش مسلحانه به منزل مجید رضایی در حالی که ایمان حسنوند به شدت زخمی شده بود ایشان را بازداشت کردند و مجید رضایی نیز توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم 2 گلوله از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت و به قتل رسید. 3 شهروند اهل بوکان با نامهای رؤوف
شیخ معروفی، کامران سلطانی و محمد فرجی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند بدون دسترسی به وکیل تعیینی به افساد فعل ارض متهم شدند. اتهام افساد فعل ارض خطر حکم اعدام را برای این معترضین در پی دارد. در این هفته همراه هستیم با دو مهمان، جوانا تیمسی و ماریا محمودی، همسران دو تن از محکومین به اعدام، و در نظر داریم که در مورد شرایط 4 زندانی کرد که در خطر اعدام هستند با این دو نفر گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید. جوانا تیمسی و ماریا محمودی، همسر دو تن از محکومین به اعدام کرد اینجا همراه ما هستند. با سلام به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه. من سوالم رو با جوانا تیمسی شروع می کنم. قبل از هر چیز میخوام خودتون رو به طور کامل معرفی کنید برای بینندگانمون و بفرمایید که شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این 4 فعال سیاسی رو به اسرائیل منتسب کنه. درود به شما و بینندگان. من جوانا تیمسی هستم، همسر محسن مظلوم، یکی از 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام. خب در واقع این سوال شما میتونم به دو دلیل بخشش کنم. یکیش این که جمهوری اسلامی میخواد انتقام شکست‌های امنیتی و اطلاعاتی رو که از سوی کشورهای دیگه و به خصوص اسرائیل میخوره، انتقام اینها رو از این 4 زندانی سیاسی بگیره. و خب این مربوط میشه به 45 سال قبل هم، یعنی در این 45 سال جمهوری اسلامی سعی کرده با برچسب زدن جاسوسی کردها، یعنی برای اسرائیل، خواسته که عملا مبارزه 50 ساله مردم کردستان رو خدشه‌دار کنه، زیر سوال ببره. و خب در این عمل هنوز موفق نشده و هر بار با شکست مواجه میشه، چون مردم کردستان در انقلاب ژینا هم، یعنی موتور محرکه این انقلاب بود کردستان، خب میخواد زهر چشمی هم از کردستان بگیره و ایجاد رعب و وحشت بکنه. بله. سوال دومم رو میخوام از خانم ماریا محمودی داشته باشم. قبل از هر چیز میخوام که شما هم خودتون رو به طور کامل برای بینندگانمون معرفی بکنید، و اول اینکه بفرمایید که چه مدت هستش که این 4 زندانی کرد در زندان هستند، در زندان به سر میبرن، و آیا این زندانیان سیاسی تا کنون وکیل داشتن، حق ملاقات داشتن با خانواده هاشون که از حقوق مسلم زندانیان هستش؟ سلام و درود بر شما بینندگان عزیزتون. من ماریا محمودی هستم، همسر محمد فرامرزی، یکی از 4 زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. بله، حدوداً 1.5 سال ما از وضعیت این عزیزان بیخبریم. در طول این 1.5 سال نه وکیلی داشتن، نه هیچ نوع تماسی با خانواده هایشان. حتی بارها که خانواده این عزیزان مراجعه نموده بودن، مسئولان رژیم به هیچ عنوان پاسخگو نبودن. بله. خانم جوانا، در گذشته کمپینی برای این 4 فعال سیاسی شروع شده و کمیته علیه اعدام هم در اون کمپین دخیل بودند.
و حمایت کردن. علاوه بر اون، همونطور که اطلاع دارید، از روز 13 ژانویه به مدت یک هفته کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران شروع شده و در همه نقاط دنیا، و شما هم جز امضا کنندگان فراخوان این کارزار هستید. انتظار شما از این حرکت چی هستش و آیا به نظر شما این کارزار بزرگ میتونه جمهوری اسلامی رو از روند اعدام ها باز بداره؟ بله، قطعا که میتونه. من به نظر من، البته با فشارهایی که از سوی یعنی فعالین سیاسی در خارج از کشور و این کارزار علیه اعدام میتونه به اتحادیه اروپا فشار بیارن که سران جمهوری اسلامی رو در کشورهای خارجی بیرون کنن و اینکه پوستر و صدا پوستر فرزندان ایران، یعنی اونایی که زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستن، رو پوسترهاشون رو بالا بگیرن و صدای این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام باشن. چون خودتون میدونید که واقعا زندانیانی که توی ایران هستن اصلا آمارش مشخص نیست تا کنون، و اونایی که محکوم به اعدام هستن، همین چند روز قبل 11 جمهوری اسلامی 13 نفر رو در زندان قزلحصار کرج اعدام کرد و خب این فاجعه است. یعنی من فکر میکنم که نهادهای حقوق بشری میتونن و این کارزار علیه اعدام میتونن که فشاری اعمال کنند به سران جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی. بله خانم ماریا، شما از اعضای خانواده این 4 جوان محکوم به اعدام هستید. به عنوان همسران و مادران این عزیزان فعالیت‌های بسیاری برای نجات جان عزیزانتون انجام دادید تا کنون. بفرمایید چه نگاهی باعث شد که این فعالیت‌ها رو مثمر ثمر بدونید و در حال حاضر چه درخواستی از مردم و نهادها و سازمانهای حقوق بشری دارید، چه در ایران چه در خارج از ایران؟ بله، مبارزه با جنایت رژیم که یکی از آنها حکم غیر انسانی اعدامی باشد، چه در داخل ایران و چه در داخل خارج، به صورت جدی وجود دارد و ما حکم اعدام را در مخالفت با حق حیات انسان‌ها و مروج خشونت در جامعه می‌دانیم. حال آنکه این اعدام‌ها از سوی حکومت برای حزب دیگر اندیشان و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد و بنیاد ارعاب و سرکوب در جامعه اعمال شود. مبارزات دادخواهانه و آزادی‌خواهانه مسئولیت انسانی و اجتماعی است که در اشکال مختلف در جریان است. برای مثال مادران دادخواه، خانواده هواپیمای اوکراینی و هزاران مورد دیگر در این مدت حمایت حداکثری احسان عمومی و فعالین و نهادهای حقوق بشری و سیاسی و همچنین رسانه‌های آزادی‌خواه انگیز مضاعفی به ما داده که ما تمام تلاشمان را انجام دهیم که صدای این 4 زندانی سیاسی دیگر محکومان به اعدام را به گوش سازمان‌ها و نهادهای زیر بود برسانیم. ما پیگیری 2 هدف را که شفاف سازی و خواهان شفافیت در پرونده و حقوق زندانیان و توضیح بی‌عدالتی ها هستیم و همزمان در راستای پاسخگو کردن رژیم فعالیت می‌کنیم. ما مجدداً و خالصانه از همه این عزیزان خواستاریم تا رسیدن به نتیجه مطلوب حمایت حداکثری بیدرخشان ادامه دهند و یار و یاور ما باشند. بله ممنون. جوانای عزیز، آیا شما پیامی دارید؟ میخواید انتظارتون رو، درخواستتون رو از مردم و نهادهای حقوق بشری بفرمایید چه هستش؟ من قبل از این که درخواستم رو بگم میخوام به این نکته هم اشاره کنم. در واقع اعتراف اجباری محسن، پژمان، رافا و محمد در یعنی 1.5 سال قبل پخش شد در صدا و سیما، 2 بار پخش شد و در این مدت که همزمان با تایید حکم اعدامشون هست، این اعترافات اجباری به طور مجدد در خبرگزاری های وابسته به رژیم دوباره پخش شد و خب هممون میدونیم که جمهوری اسلامی وقتی که
اعتراف اجباری یک زندانی سیاسی رو پخش میکنه، میخواد افکار عمومی رو آماده کنه برای مرتکب شدن یک جنایتی دیگه. واسه همین این 4 زندانی سیاسی کرد واقعا در خطر فوری اجرای حکم اعدامشون قرار دارند و من به عنوان همسر محسن مظلوم و از طرف هر 4 تن از این خانواده ها که تحت فشار نیروهای امنیتی هستن، از جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری و همچنین رسانه های مستقل خواستارم که صدای این 4 زندانی سیاسی کرد باشید. آنها بیگناهند، هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل ندارند و تنها فعال سیاسی بودند. بله، با سپاس از شما جوانا تیمسی و ماریا محمودی که در این برنامه شرکت کردین. ما هم امیدوار هستیم که کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران و بازتاب اون در همه جای دنیا بتونه قدم بزرگی برداره برای توقف اعدام ها و احکام اعدامی که در حال حاضر جان بسیاری رو در خطر قرار داده. سپاس از شما. خیلی ممنون. با سپاس از شما بینندگان محترم برنامه نب اعدام که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. راه‌های تماس با ما رو روی گیرنده هاتون مشاهده می کنید. منتظر تماس ها و گزارش های شما هستیم. در پایان برنامه هم موزیکی رو برای شما از میلاد آزادپور در نظر داریم که پخش کنیم. این موزیک به نام آزادی به رنگ خون تقدیم شده به انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین کارزار جهانی علیه اعدام ها. با هم میبینیم و میشنویم. مردمم ایرانم پر فریاد واسه دختر بیروسری که کشته میشه، واسه سرهای روی دار و خونهایی که ریخته میشه، واسه امیدهای خاموش و مرز نشینای کرد و بلوچم. سنگینی مرگ مهسا هنوز مونده روی دوشم، ولی میگیم زن زندگی آزادی تا نفس داریم. بترس چون ما شوق پرواز بیرون از قفس داریم. ایران حق ماست، ما میچنگیم، میکشید از چپ و راست، میخوای بترسیم، کف خیابون خون ماست، اما ما هستیم. بترسید از خشم ما، این نیست فقط یه تحقیق، میکشی و میبری و شکنجه و تحقیق، ساچمه و گلوله و آسیبای چشمی، کور بودی ته قصد نمیشیم ما تسلیم. ما میجنگیم برای یه تغییر حتمی.
حس درد توی سینه دارم، پرم از خشم و کینه واسه مردمم ایرانم، پر فریاد واسه دختر بیروسری که کشته میشه، واسه سرهای روی دار و خونهایی که ریخته میشه، واسه امیدهای خاموش و مرز نشینای کرد و بلوچم، سنگینی مرگ مهسا هنوز مونده روی دوشم، ولی میگیم زن زندگی آزادی تا نفس داریم، بترس چون ما شوق پرواز بیرون از قفس داریم، ایران حق ماست، ما میچنگیم، میکشید از چپ و راست، میخوای بترسیم، کف خیابون خون ماست، اما ما هستیم، بترسید از خشم ما، این نیست فقط یه تحقیم، میکشی و میبری و شکنجه و تحقیم، ساچمه و گلوله و آسیبای چشمی، گرگون بی ته خسر نمیشیم ما تسلیم، ما میجنگیم برای یه تغییر حتمی. خودم بازی اون تام برم، ولی تصویری نمیذاریم بکشن اینجا، همه هم هستی خوشم بزه بیوان.